من پوران فرخزاد هستم، در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم و پرورش پیدا کردم. پدرم نخستین رئیس املاک رضا شاه بود، به همین دلیل بعد از تولد به بندر نوشهر برده شدم و در واقع در آغوش طبیعت رشد کردم و به همین دلیلم از آغاز شیفته طبیعت بودم و بیشتر اوقاتم را در جنگل یا کنار دریا می‌گذروندم و انقدر طبیعت رو من اثر داشته که در تمام آثارم شما بوی گل رو میشنوید، درخت رو میبینید و تقدس درخت رو احساس میکنید و آب و دریا و عناصر چهارگانه رو. به هر حال من اونجا بزرگ شدم، از کودکی شیفته خواندن بودم و وقتی پدرم مجلات خارجی رو ورق میزد که به فراوانی در بندر پیدا میشد، من گریه میکردم و دلم میخواست بدونم که در مجلات چی نوشته شده. به همین دلیلم 5 سالگی معلم سرخونه بود که به من درس داد، به من و خواهر برادرای دیگم که کوچکتر از من بودن، اونا یه چیزهایی یاد میگرفتن و من تونستم الفبا رو یاد بگیرم و تا سال 1319 ما اونجا بودیم که بعد که در واقع زمزمه رفتن رضا شاه بزرگ که من واقعا ارادت شدیدی از کودکی بهش داشتم، چون قصرش جلوی خونه ما بود و من میرفتم در باغ باز بود و میرفتم در قصر رضا شاه، درها همیشه باز بود و باغبونم همیشه به ما اجازه میداد. من میرفتم توی اتاق رضا شاه و روی تختش بالا پایین میپریدم. به هر حال ما 1300 نزدیک 1320 بود که از نوشهر اومدیم به تهران. پدرم به بهانه رفتن به دانشگاه جنگ اومد تهران و دیگه در تهران موندیم، در تهران درس خوندیم، مدرسه رفتیم با هم، دبستان و دبیرستان رو اینا دیگه در واقع شهر نمیخواد، ولی من پیش از رفتن به دبیرستان به علت داشتن علاقه شدید به زبان خارجی معلم انگلیسی داشتم خونه و از همون زمان بود که من زبان رو یاد گرفتم و انگلیسی میخوندم، به طوری که در وقتی رفتم دبیرستان هیچ احتیاجی به یاد گرفتن نداشتم. به هر حال دوران دبیرستانم رو تموم نکرده به علت یک عشق ناگهانی، عشق بیپایه جوانی به ازدواج زود هنگام من منجر شد و من در واقع ازدواج نه با یه مرد، با یه مجله ازدواج کردم، چون شوهرم صاحب امتیاز مجله آسیای جوان بود و من به شوق اینکه به یه دنیای وسیع تری برسم ازدواج با او رو قبول کردم و 10 سالم باهاش زندگی کردم و مدت ها چیز می نوشتم، منتها مثل بیشتر زنای ایرانی شایدم به علت کمی سن و نادانی استثمار شدم و اجازه نداشتم که به نام فامیل خودم چیزی بنویسم و این خیلی من آزار می داد. به همین دلیل و شاید دلایل دیگه، بعد از اینکه 2 دخترم افسانه و آلاله به دنیا آمدن، از این ازدواج در واقع با کمال چجوری بگم با دوستی تمام به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم و من چون با عشق ازدواج کرده بودم حق برگشت به
خونه رو نداشتم و مجبور شدم که خودم زندگیم رو اداره کنم. دوران بسیار سختی بود. رفتم به رادیو و با نوشتن چند تا برنامه تونستم یه خونه کوچکی اجاره کنم و دوران مهنت‌زایی رو شروع کردم، ولی موفق شدم چون تصمیم گرفته بودم خودم باشم، با اسم خودم، با نام خودم که خیلی دوست داشتم نام فامیل خودم رو. شروع کردم به نوشتن در مجلات، به ترجمه، به نمایشنامه نویسی، بعد به تهیه کنندگی برای برنامه های رادیو، بعد رسیدم به یک برنامه مستقل فرهنگی که داشتم، 2 ساعت بود، به نام دفتر آدینه خودم اجرا می کردم و چون در واقع نخستین کسی بودم که من در رادیو تونستم با زبان خودمانی، با زبان شکسته حرف بزنم. قبل از اون همه خیلی بسته حرف می زدن، حق نداشتن از یه دایره خارج بشن، ولی من دایره رو شکستم و تونستم که با آدم ها یاد بدم که خودشون باشن پشت میکروفون و برنامه‌ام خیلی محبوبیت پیدا کرد، خیلی سر صدا پیدا کرد به علت همین آزادگی، جسارتی که به خرج داده بودم. ولی بیش از 3-4 سال عمر کرد و به علت اختلافاتی که پیش اومد در رادیو، این به اصلا کار رادیو رو گذاشتم کنار. اون موقع چند جا کار میکردم و همش مشغول فعالیت بودم، چون من به کار خیلی اعتقاد دارم. فکر میکنم تنها چیزی که میتونه انسان رو بسازه و انسان رو از اوهامش نجات بده و از انسان فرا انسان رو بسازه کاره. بنابراین من به شدت کار میکردم تا زمان انقلاب. تا زمان انقلاب 2 تا کتاب هم ازم چاپ شد. یه سری مجموعه های داستانیم بود، یه سری شعر بود، اشعارم بود که پیش از اونم تو مجلات چاپ شد و در واقع یه نامی به هم زده بودم، ولی هنوز بسیار ناقص بودم. پیش آمده چیزی به نام انقلاب تمام مملکت رو به هم زد، تمام اون برنامه هایی که همه ما داشتیم به هم زد. ما در واقع از یه عصر وارد یه عصر دیگه شدیم که اولش بسیار تحملش سخت بود. من تمام کارامو رها کردم و خونه نشین شدم، بی پولی، بیکاری و در واقع این که حتی جرات نداشتم نام فامیلیمو جایی بگم، چون به علت وجود خواهرم که نامی داشت، فروغ فرخزاد، و فریدون که شومن بزرگی بود و بسیار مشهور بود، من هم واقعا مورد لعن و نفرت قرار گرفته بودم و اگر جای نام فامیلم رو میگفتم میدیدم همه با یه نوع خاص به هم نگاه میکنن، نوعی که اصلا بهش عادت نداشتم، چون قبلش بسیار محبوب بودیم. ما هممون، هم من، هم فروغ و هم فریدون محبوب بودیم و ایرانی ها ما رو خیلی دوست داشتن. ولی 3-4 سال اول انقلاب سالای هولناکی بود. من تو این سالای هولناک برای اینکه خودم یادم رفت که قبلا بگم که من تحصیلات نیمه تمام دبیرستانیم و در خانه شوهرم تموم کردم، بعد به دانشگاه رفتم و زبان دوره زبان انگلیسی رو اونجا گذروندم. در چند تا از این انجمنها مثل انجمن امریکا اینا تونستم دانشنامه از اونجا هم بگیرم، یعنی تحصیلاتم دیگه کامل شده بود به نظر خودم البته. ولی من علاقه شدیدی داشتم به روانشناسی و جامعه شناسی. تعطیلات آغاز انقلاب به من این فرصت رو داد که من کتابا رو از دانشگاه بگیرم و پیش خودم، معلم سر خود، نگار من که به مکتب نرفت، خودم دوره جامعه شناسی و دوره روانشناسی رو خوندم و یه آگاهی‌های لازم رو به دست آوردم. ولی تو همین روزگار بود که عشق ایران که همیشه در من بود، چون دختر یک افسر ارتشی بودم، با شاهنامه بزرگ شده بودم، در واقع این عشقی مدتی پنهان مونده بود، شعله ور شد و منو کشون به طرف کتابای کلاسیک ایران. به طور من پیش از اون در واقع دوره ادبیات اروپا رو از حفظ کرده بودم به علت کار در رادیو. تمام نام‌آوران اروپا رو از شاعر و نویسنده، از فیلسوف میشناختم و بر خودم فکر میکردم خیلی چیز میدونم. ولی وقتی رسیدم به آثار کلاسیک ایران تازه فهمیدم من هیچی نمیدونم. هرچی من این کتاب ها رو خوندم بیشتر به عظمت ایران پی بردم و دیدم که ما در چه کنار چه ساحلی نشستیم، چه دریایی جلوی ما گسترده است، ولی هیچ کدوم، یعنی هیچ کدوم که نه بی انصافیه، ولی بیشترمون وارد این دریا جرأت نکردیم بشیم. و من شروع کردم بخوندم،
خوندن پشت خوندن، از فیلسوف، از دانشمند، از تاریخ و جغرافیا نویس، از شاعر، از هرچی که در فرهنگ کلاسیک ما وجود داره آگاه شدم و بعد شروع کردم به نوشتن. من عاشق ایران بودم و بیشتر عاشق ایران شدم و فریفته فرهنگ ایران شدم. و این کتاب کارنامه به دروغ من که شما الان ازش صحبت کردین در واقع فرایند، یکی از فرایندهای اون عشق است. من این کتاب رو نوشتم در زمان خودش. این کتاب در واقع نشانگر بیهوده بودن سخنانی هست که درباره بخشی از تاریخ ایران گفته شده. ما مدرسه که می رفتیم دوره سلوکی رو خوندیم، دوره هخامنشی رو خوندیم، دوره اشکانی رو خوندیم، یه چیزای خیلی بیمعنی کلیشه‌ای رو به ما یاد داده بودن. ولی وقتی من در دریای تاریخ ایران غرق شدم، هم از با نوشته های منصوری که باقی مونده، هم با نوشته های منظوم، دیدم چطور اینا تونستن یک اقیانوس رو بریزن تو یک ظرف کوچک و به خورد ما بدن و در واقع تاریخی که به ما خورانده شده و هنوز هم به بچه های ما خورانده میشه، شاید خیلی بدتر از دوران من، این تاریخ سراپا تحریف شده و ناهمگون و ناهمساز و دروغینه. در واقع من این بخش رو انتخاب کردم، یعنی در واقع اول بخش هخامنشی، اومدن داریوش رو و اون مسئله مغی رو که به جای پسر کوروش بردیا وارد دربار شده بود و سلطنت کرده بود، اون نظر من خیلی زیاد جلب کرد. به روز مغکشان که رسیدم روش واقعا باعث شد که خیلی فکر کنم به وجود اون بردیا که به نظرم بعدها فهمیدم یه میترائیست بوده و یه مصلح اجتماعی بوده و اینا توطئه کردن و اونو از اونجا بیرون کردن و یه توطئه تاریخی که اصلا تو تاریخ نمی. از روز مغکشان رفتم به هویت مغها، از مغها رفتم به دارای سوم که چگونه تاریخ هخامنشی اینجور نازیبا به پایان میرسه، و رسیدم به الکساندری که اروپایی ها نام الکساندر کبیر رو روش گذاشتن و از اونجا دریافتم که حقیقت، به نظر خودم البته، نه اینکه بخوام فتوا بدم، حکم بدم، نه، این دیدگاه منه. پیش از منم چندین نفر دیگه از بزرگان ایران، از بزرگان تاریخ ایران به این مسئله اشاره کرده بودن و من یکیش در واقع آقای حامی نازنین، احمد حامی بود که با وجب به وجب کردن، چون مهندس راه بود، تمام راه های ایران رو وجب به وجب رفته بود و اندازه گرفته بود و ثابت کرده بود که هیچ وقت به هیچ گونه یک دزد دریایی گریک از گریک نمیتونه با 30,000 نفر را بیافته روی دریای مدیترانه و بیاد به آسانی بدون هیچ تجهیزاتی، تجهیزات کامل، بیاد و بره روی تخت کوروش بشینه، روی تخت داریوش بشینه و بگه اینک مرم. داستان این که یه اتفاقاتی در دنیا رخ داده که عوامل جغرافیایی و تاریخی کمک نمی کنه به اینکه همچی اتفاقی بیفته. یعنی چی؟ یعنی ما یه سردمین کوچکی داریم به اسم مقدونیه، یه آدمی داریم به اسم اسکندر، دنیایی داریم به اسم هخامنشی، دنیایی داریم به اسم مصر، دنیایی داریم به اسم غرب. یه آدمی را میفته با چند هزار آدم مقدونی و نمیدونم اسپارتی و فلان و فلان اینا، یک مرتبه میبینیم این دنیا رو میگیره، یعنی سور را میگیره، شوش را میگیره، اسکندریه رو میسازه، قاهره رو نابود میکنه، به دهلی میرسه، مرز چین میرسه، مرو میرسه، فلان. در ظرف 10-12 سال هیچ کدوم از عوامل تاریخی و جغرافیایی حتی امروز نمیتونه همچی کمک بکنه با این وسائل که همچی اتفاقی بیفته. حرف آینه مهر را زدم، بهتر است در این باره یکمی بیشتر حرف بزنم.
آیین مهر نخستین آیینیه که بعد از اتفاق بزرگی که در جهان افتاده و آب سراسر نیمی از در واقع بخش ما رو، بخش دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس رو فرا گرفته، یه اتفاق بزرگ افتاده، یه ویرانی بزرگ به وجود اومده و بعد که دین آیین مهر بر مبنای خورشید پرستاری دیرینه در ایران به وجود اومده، این آیین نخستین آیین ایرانی آریایی است که تمام آیین ها، تمام دین ها، تمام مذاهب، حتی تمام فرقه های صوفیانه و عارفانه، اینا تمام منشعب و نشأت گرفته، سرچشمه گرفته از این آیین هستن. در این مسئله کوچکترین تردیدی نباید بکنین که پایه های شهرآبادی و مدنیت امروز جهان بر پایه این آیین و تمام پدیده های منشعب ازش گذاشته شده و در واقع با چند کلام نمیشه این حرف رو زد، نمیشه این ادعا رو کرد. باید خوند، باید فکر کرد، باید دقت کرد، باید جستجو کرد و دریافت کرد. و من به هیچ وجه وجود موجودی به عنوان الکساندر کبیر رو قبول ندارم و اعتقاد مطلق دارم با صمیم ذهن و وجودم که الکساندر یونانی رو، گریک رو، کلیسای یعنی سازمان کلیسای مسیحیت ساخته به خاطر محو کردن مهر ایرانی، میترای ایرانی و بزرگ کردن او و اینکه تمدن شهرآبادی جهان رو بذاره روی دوش گریک یونان، یا به قول ما ایرانی ها یونان، در صورتی که آبشخور مدنیت جهان از ایرانه، فرهنگ هلنی. شما ببینید هلن یعنی روشنایی، هلای هلن یعنی روشنایی و به طور کلی برداشت از فرهنگ میترایی که بر پایه نور و روشنایی گذاشته شده. حتی من میخوام بگم که علم نجوم پایش از دین میتراست. اصلا دین میترا یه دین نجومیه. یعنی باور کنین شما وقتی این علامات رو میخونین تعجب میکنین چطور هزاران سال پیش ایرانی انقدر پیش رفته بوده در امر نجوم که ستاره ها رو رصد کرده بوده، براشون نام گذاشته بوده، اندازه گیری کرده بوده. تمام اینا در بندهش و کتابای دیگه در یشت ها همه به صراحت وجود داره. در سخن یکی از این آقایانی که بر رأس حاکم هستن در بر امروز ما متاسفانه گفته شده که پیش از اسلام هیچ چیزی وجود نداشته، یه عده قوم وحشی بودن که سردرگم بودن و نمیدونستن، هویتی نداشتن. من خیلی متاسفم. ببینید هر چیزی بر پایه چیز دیگه وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم از یه نقطه یه چیزی همینجور بدون پیش زمینه شروع شده. ما بر زمینه آینه واقعا شکوهمند باستانمون بوده که تونستیم تشیع درست کنیم و اگر ما گذشته نداشته بودیم اصلا تشیع درست نمیشد. ما چطور میتونیم وجود کوروش رو نادیده بگیریم و بگیم ساختگیه؟ ما چطور میتونیم وجود داریوش رو که واقعا ایران رو تا رود راین توسعه داده بوده و ما الان میگیم ایران، ما ایران بزرگ داشتیم، یعنی ایرانی که بر تمام آسیا در واقع زیر سلطه ایران بوده، حتی همین جایی که به اسم مقدونیه، زادگاه الکساندر مقدونی به ما حقنه شده در واقع به زور، اینجا زیر سلطه ایران بوده و این آقا و پدرش در واقع از بردگان، از زیر دستای شاهنشاه ایران بودن. ما چطور میتونیم با کمال بیشرمی و بیملیتی و بدون داشتن عرق ملی، عرق ایرانی، بیایم یه قلم برداریم روی تمام شکوه و عظمت باستانمون خط بکشیم و بگیم همه چیز از اسلام شروع شده؟ باید ببینیم خود اسلام از کجا شروع شده. مهمترین مسئله اینه تمام ادیان از آیین مهر سرچشمه گرفتن. باید با دقت به این اندیشی تعصب رو گذاشت کنار و واقع بین بود. در 1329 به ما خبر داده، یعنی آقای حسن فرامرزی به من گفت که این ابوالکلام آزاد وزیر معارف هند، مرد مسلمانی بود، سفری به لندن داره،
از لندن که میخواد برگرده به هند، دکتر مصدق از او دعوت کرده است که در تهران چند روز مهمان دکتر مصدق باشه. ابوالکلام آزاد میاد تهران. ابوالکلام آزاد یک تفسیر داره بر قرآن کریم به زبان اردو. این تفسیر را یک قسمت‌هایش در هند به زبان عربی ترجمه کردن برای اینکه عرب‌ها هم این تفسیر بتونن بخونن. در یه مجلده ای که به زبان عربی در دهلی چاپ می شود به اسم ثقافت الهند، این قسمت ها زیادی ترجمه ابوالکلام آزاد چاپ شده. یکی از قسمت های ترجمه ابوالکلام آزاد که خیلی مربوط به تاریخ ایران می شود فصلی است در باب تفسیر سوره کهف که در اونجا گفتگو از ذوالقرنین میکنند. ذوالقرنین یه شخصیت تاریخی است در قرآن کریم که فقط به اسم به صورت ذوالقرنین یا لقبش یاد شده، اسم اون پادشاه نیست. مفسرین در اینکه ذوالقرنین کی بوده، اسم پادشاهی است که در قرآن با تکریم ازش چاپ شده، به احترام چاپ شده و گفته شده که آدم عادلی بوده، خدمت کرده به مردم. چه شده؟ چه شد؟ در تفسیرها صورتهای گوناگون یاد کردن. بعضی گفتن این پادشاه از پادشاهان یمن بوده که اغلب لقب زو و زی داشتن. بعضی گفتن این لقب اسکندر مقدونی است و اسم اونه. بعضی گفتن اسم یکی از پادشاهان چینه که دیوار چین ساختن، چون در اونجا صحبت از ساختن دیوار و سد میکنه قرآن و امثال اینا. مرحوم ابوالکلام آزاد حرف خیلی مهم میزده است. ابوالکلام آزاد میگه این ذوالقرنین هیچ کدوم از اینا نیست. پادشاهان یمن داخل آدمی نبودن اینقدر اهمیت داشته باشن که تو قرآن از اونا یاده بشه. کارهای مهمی هم نکردن. اسکندر کبیرم، خب اسکندر آدم معروفی هست، در تاریخ هم هست، ربطی به قرآن نداره، خیلی خیلی آدم خوبی هم نبود، خوشنام هم نیست، بعید بدونم که قرآن در رو یاد کرده. چین هم که ارتباطی با این طرفان نداشته است و قرآن معمولا کاری با اونا نداره، به صد دیوار چین نیست. این باید لقب همین پادشاه ایران باشه که در تاریخ به اسم کوروش معروفه، کوروش کبیر. به دلایل متعدد، آدم خوبی بوده، آدم عادلی بوده، کارهای مهم کرده، فلان کرده. بعد سد ساخته در رودخونه کر در شمال ایران، دیواری کی ساخته است برای جلوگیری از هجوم ها، سلبندی ها و امثال اینا. و مهمتر از او، او در کتاب تورات اسم کوروش و شرحال و کوروش به تفصیل آمده است و قرآن کریم همیشه استناد داره به تورات. و مهم اینه که اون کسانی که از پیغمبر سوال کردن راجب ذوالقرنین، یا سلون که انزل قرنه، اینا یهودی بودن، پس میدونستن این مسئله داره، چون روابط یهود و کوروش را خوب میدونستن و میخواستن سوال کنن و شاید هم یه امتحانی از پیغمبر بکنن که پیغمبرم بعد جواب داده به اینا. و بالاتر از همه اینا یک کلمه پیدا که در، البته من خودم عبری نمیدونم، مسلمم نیست برام الان که چی هست، ولی صورتش ابوالکلام آزاد آورده، میگه کلمه ذوالقرنین در تورات به صورت لوغرانائیم اومده برای کوروش. و لوغرانائیم به معنای همون کسی که دوتا شاخک بر کلاهش هست، دوتا زائده بر کلاهش هست، و یه قرد به معنی تاج هست و کلاهک هست، کلاهکی که دو پهلو باشه، مثل کلاه قرد
قشقایی ها میپوشن و ایلات اشایر بهمهی اینا میفروشن میپوشن. نظر ابوالکلام آزاد خیلی نظر مهمی است و بعد تصویر فربهر کوروش را که در پازارکاد پارس هست آورده و میگوید ببینید این تصویرم اصلا خودش لوغرانایمه زلغرنینه، برای اینکه دو تا شاخک در دو طرف کلاه کوروش در اینجا نشون داده میشود که این ابوالکلام آزاد خیلی حرف مهمی زده. این وقتی میگوید ذوالقرنین کوروش کبیره، معناش اینه که اسم یکی از پادشاهان ایران در قرآن کریم آمده است و این برای ایرانی یکی از بزرگترین افتخارات. از او حرفی که پیغمبر زده است که اگر علم در ثریا هم باشه این مردم فارس میتونن پیداش کنن، از اون حرف هم مهمتره، یعنی یکی از پادشاهان ایران اسمش خونده تو قرآن. و خب خیلی از بزرگان ما هم خوشبختانه توجه کردن به این مسئله، البته بعد از اون که این کتاب را من ترجمه کردم. زندگی باید یه فرایند داشته باشه و سعی کردم تا اونجا که توان دارم کار کنم. نتیجه این کارهای من در حدود 26 کتابه که اگر با 4 کتابی که اجازه چاپ نگرفته و همینجور مونده و فعلا یکیش در امریکا داره چاپ میشه، در حدود 30 کتاب نوشتم و یه مقدار کارامو به زنهای ایرانی اختصاص دادم، آویژه اونا کردم، چون زنها در طول تاریخ بسیار ستم دیده بودن مثل تمام زنهای شرقی، شاید ایرانی ها بیشتر. و من تونستم با نوشتن چند دانشنامه درباره زنها هویت اینا رو دو مرتبه زنده کنم. کاریه که البته مثل تمام کارهای دنیا کامل نیست و من امیدوارم دیگرون کاملش کنم. چون زبان انگلیسی رو از بچگی خونده بودم، چند تا کتاب ترجمه کردم. من به ترجمه زیاد علاقه ندارم. چرا؟ دلیلش اینه که ترجمه اون قدرت تخیل رو میگیره، قدرت خلاقه رو میگیره، آدم رو اسیر افکار اون نویسنده میکنه و من همیشه دوست دارم خودم باشم. ولی با وجود این چند تایی کار مهمی که کردم که کار وقتگیریم بود، ما یک غیبگویی آینده بینی داریم در اروپا در حدود 500 و چند اندی سال پیش به نام نوستراداموس که این در واقع در تمام دنیا معروفه و بسیاری از آینده بینیاش صورت پیدا کرده، یعنی واقعیت به خودش گرفته. این کتاب رو بر من یک خانومی از انگلیس آورد که هم انگلیسی هست هم فرانسه. خب من رو کنجکاوی شروع کردم به خوندن. هرچی خوندم بیشتر مجذوب شدم و فکر کردم چرا نباید این ترجمه بشه. خب انگلیسیشو میفهمیدم خب، ولی من یه فرانسه خیلی کمی میدونم. با چه بدبختی خدا میدونه که مقایسه بسیار کار سختیه. ولی من این 900 خورده‌ای ربایی نوستراداموس رو ترجمه کردم و این باور کنین چاپ اولش انتشاراتی به من میگفت از در کتاب فروشی تا تو خیابون آدم وایساده بودن ایرانی ها که این رو بخرن. چرا؟ رو کنجکاوی که بدونن راجع به ایران چی نوشته، نه به خاطر من، نه به خاطر نوستراداموس. و این کتاب 10 بار چاپ شده، هنوز هم کاربرد داره و یه عده‌ای میخوانش، چون پیشبینیش خیلی، مثلا از هیتلر حرف میزنه درش به اسم هیسلر، خیلی جالبه. از پاستور حرف میزنه، از کمونیسم حرف میزنه که چجوری میاد و چه خونهایی ریخته میشه، از مسائل زیادی. ولی الان یادم نیست، چون سالها پیش من این کار رو کردم. میخوام بهتون بگم 50-60% از پیشگوییاش به وقوع پیوست. حتی از ریختن ستونهای نیویورک گفته که 2 ستون بلند فرو میریزن یا آقای دنیا عصبانی میشه به شدت. خیلی زیبا. و خب اینو ترجمه کردم. بعد 2 تا دیگه هم کتاب ترجمه دارم که باز اینا رو هم واقعا روی کنجکاوی این کار کردم، نه روی اینکه من اصلا خودم مترجم نمیدونم.
چون یه عادتی هم دارم که وقتی یه چیز رو ترجمه میکنم دلم میخواد که نوشتش رو عوض کنم و این در واقع خیانت به مترجمه. من این کارم دیگه نکردم، این کار رو غلط میدونم، درست نمیدونم. چند تا کتاب نوشتم، یه رمان نوشتم، دو تا نوول نوشتم، چند تا کتاب شعر منتشر کردم و در حال حاضرم دارم یه کار بزرگ برای زنای غرب انجام دادم، دارم برای زنای آسیا انجام میدم. تحقیق که خب درباره زنا کردم، من زنا رو خیلی دوست دارم چون همجنس خودم هستن، به خصوص زنای ایران که خیلی ستم دیدن. حالا یه عده میگن اسلام این کار کرده، من میگم نه، من میگم از آغاز تاریخ وقتی نگاه میکنی، مثلا در اسطوره های سومر خدای بانو یعنی خدا آفریننده زنه و خدایان زیر دستش هم زنن. وقتی میایم پایین میبینیم خدا تبدیل میشن به یه زن و یه مرد. این نشون میده که زنها سلطه داشتن در اون موقع. حالا چه اتفاقی افتاده که این سلطه از بین رفته؟ آیا شهریگری باعث این مسئله شده؟ یعنی زنها وقتی اومدن شهری شدن، یه مقدار با مدنیات آشنا شدن، تنبل شدن چون مردا میرفتن دنبال پور، زنها خانه نشین شدن؟ هیچ کس نمیدونه، منم نمیدونم. ولی وقتی کلی نگاه میکنم یا حرفای زنهای خیلی از زنها رو میشتفم که میگن مردا مسبب این واقعه بودن، من اینو قبول ندارم. چون بر من مسئله ظلم، مظلومیت و ظالم خیلی مهم. من میگم تا ما اجازه ندیم کسی به ما نمیتونه ظلم کنه و ما مظلوم نمیشیم. بنابراین اگه زن شرقی مظلوم شده، گناهش گردن خودشه. چرا هیچ اعتراضی نکرده؟ چرا هیچ کاری نکرده؟ چرا نشسته وطن داده که ببرنش تو حرمسرا پشت دیوارا و شاهد چند زنی همسرش باشه و کاملا هم با زنهای دیگه معاشرت کنه، خیلی هم راضی باشه؟ این مسئله حتی چجوری بگم، شاید هنوزم رواج داره، ولی تا مثلا 20-30 سال پیش که من یادم میاد تو ایران رواج داشته و من زنهایی رو دیدم توی خونه با چند تا زن دیگه زندگی میکنن، حتی توطئه میکنن علیه شوهراشون. پس این گناه گردن زن بوده. من روی مسئله کار کردم، بعد فکر کردم چقدر حق زنها خورده شده. یعنی ما به ندرت زنهای بزرگی داشتیم، زنهای جسور هوشمندی داشتیم. همه هم اونجور که من گفتم نبودم. مثلا رابعه میاد تو قرن 4 رو، این آدم به گفته کتابا در واقع دختر یک شهری یک فرمان روایی بوده که بعد از مرگ پدرش برادرش فرمان روا میشه و این دختر به زیبایی شهره بوده، شعر میگفته، بسیار باهوش بوده، بسیار باسواد بوده، به رغم اینکه در اون زمان اصلا زنها حق سواد آموزی نداشتن. خب این دختر میاد مهر میورزه با یکی از کارمندای برادرش، دربار برادرش که البته گفته شده غلام و من اینو نمیتونم قبول کنم، و به جرم این عشق که آشکار میشه به فرمان برادرش که مرد سالار بوده و همه چیز رو بر مردا میخواسته نه برای زنا، به یک حمام گرم، درست مثل امیر کبیر، به یک حمام گرم انداخته میشه و در اونجا رگش زده میشه و خونش همه جا جاری میشه. چرا؟ چون عشق ورزیده به یه مرد، چیزی که مردها این حق رو داشتن ولی زنها نداشتن. به دنبالش ما مهستی رو داشتیم. ستی یعنی خانم، مهستی یعنی بانوی بزرگ، خانم بزرگ. این دختر پارسی زبان که واقعا مبتکر یعنی زنده کننده علم رباییه که ما در ایران باستانی رو داشتیم به شواهدی که حالا جای گفتنش نیست و در زمان اعراب از بین رفته، بعد به نام اعراب با ثبت شده و مهستی ربایی، رباییات چا معروفه، با کمال شهامت هم از احساسات خودش حرف زده، هم از احساساتی که دیگرون بهش داشتن، حتی راجع به همسر شوهرش هم که عاشقش بوده راحت حرف زده، یعنی کاری رو کرده که زنای اون دوره اصلا نمی کرد. یه مسئله مهم که من تو این زنا که می گشتم به مادر عطار برخوردم که نامش اصلا هیچ جا نیست، ولی خود عطار در چند بیتی که میاره میگه مادر من زن آزاده بود، با سر باز همه جا عبور میکرد، با همه سر باز صحبت میکرد، مرد و زن نمیشناخت و یه زن ممتازی بود، چیزی که اصلا هیچ جا سخن نیومده ازش. و مادرهای دیگه، زنهای دیگه
مثلا ما جهان خاتون رو داریم تو قرن هشتم. این جوری که نوشتن، حالا من نمیدونم راسته یا غلطه، پشت پرده میشسته و با حافظ شعر میگفتن. اون یه غزل میگفته، این در پاسخش یه غزل دیگه میگفته. و الان این جهان خاتون رو من دیوانش رو از فرانسه تونستم بگیرم و دارم مقدمه میویسم و تحصیحش میکنم و دیوان بزرگی داره، قطوره و غزلیات بسیار زیبایی داره. ولی شما تو تاریخ که تو تاریخ ها که میگردین، یه جا یه خط، یه جا دو خط، مثل این که جرم بوده. حتی خودش مینویسه که من مدت ها شعر گفتم ولی جرأت نداشتم اینا رو کتابت کنم. وقتی فهمیدم که حضرت فاطمه شعر میگفته که من این رو اصلا از کسی نشنیدم و چند نامدی، چند تا زن مقتدر ملکه و پیش از خودشو نام میبره، اون وقت جرأت کردم که اینو کتابت کن. یعنی این جرأت رو حتی یه زن نداشته که بگه من شاعرم. میان پایین، مثلا در زمان شاه عباس یه زنی بوده به اسم جمیله که این هم زیبا بوده هم بسیار شعر خوب شعر میگفته، ولی یه شوهری داشته که این شعرهایی که این میگفته با خودش میبرده شبها تو قهوه خونه های محل میخونده و میگفته این شعرها رو خودم گفتم. و این زن انقدر از این مسئله رنج کشیده که از این مرد جدا شده، فرار کرده، رفته به هندوستان. ببینید وضع زن چی بوده. مثلا ما یه زنی رو داریم در درباره دربارک فرمان فرمای بزرگ، پدر این فرمان فرمای معروف. این همیشه سپید میپوشیده و انقدر از مردها بدی بوده، بدی دیده بوده که هرگز ازدواج نکرده، تو درباره که این درس میداده و شعراشو پنهان میکرده، نمیذاشته کسی ببینه. و زنهای دیگه مثلا زرین تاج یا قرة العین رو که خب همه میشناسن، شما حتما میدونین که چه سرنوشتی پیدا کرد. این زن که سواد داشت، خوشخط بود، بسیار جسور بود، اولین زنی بود که روبنده رو از روش برداشت، چادر رو از سرش برداشت و خودش رو به مردهایی که همه مریدش بودن نشون داد و جوری که نوشتن جوری عظمت داشت که مردها، ببین چه مردهای ضعیفی بودن، همشون بیهوش شدن در عمرشون. این زن بسیار زن بزرگی بوده، شعر هم گفته و واقعا یکی از نوادر زنای تاریخ ماست. خب این هم به اون سرنوشت دوچار میشه که وقتی ناصرالدین شاه دعوتش میکنه به حرمسراش که مثل زنای دیگه ببره و بردش بکنه، به صورت برده درش بیاره، این جواب رد میده، عمالش میرن، کارگزارانش میرن و این زن رو خفه میکنن و در یه جای نامعلوم دفنش میکنن که بعد شنیدم آوردنش در یک ساختمونی هست در خیابون حافظ، یعنی بهایی ها این رو انتقال دادن به اونجا. و این در واقع یکی از زنایی که بهایی ها پیروان این مذهب بهایی بهش افتخار میکنن و من به عنوان یک زن بهش افتخار میکنم. به مذهبش کار ندارم اصلا، ولی به عنوان یک زن بهش افتخار میکنم که انقدر باهوش بوده، انقدر شجاع بوده، انقدر میدونسته. و میدونی اصلا خانواده اینم همشون عالم بودن. مادرش شعر میگفته، عمش در دربار ناصرالدین شاه مدرس بود، تمام افراد خانواده چه زن چه مرد فاضل عالم و آگاه بودن. خب ما البته جلوتر که میایم زنهای دیگه ای داریم، ولی از زنهای درباره فتلی شاه، ناصرالدین شاه، تمام این زنهای زندانی اکثرشون شعر میگفتن، اکثرشون پیانو میزدن، ولی جرأت خودنمایی اصلا نداشتن. بیشتر شعراشون هم باید برای شاهانی که بردشون بودن میگفتن در واقع. ولی با انقلاب مشروطیت ما میبینیم یه تحول، همونجور که در جامعه تحول، در اندیشه، در ذهن یک دگرگونی به وجود میاد، در زنها هم این دگرگونی به وجود میاد. زنها کم کم شجاعت خودنمایی رو پیدا میکنن. ما زنهای بزرگی داریم، مثلا نخستین مدرسه دبستان زنانه رو بیبی خانم استرابادی در خانه شخصیش به راه میندازه تا کلاس چهار رو. بعد زن حالا چقدر مورد اهانت قرار میگیره بگذاریم، و زنهای دیگه که پی در پی به دنبال او پیدا شدن و
مدرسه دخترانه باز کردن، سنگ بارون شدن، تبعید شدن، کتک خوردن، فحش شنیدن، ولی کارشون کردن، سخنرانی میکردن، شعر میگفتن، مینوشتن، روزنامه نویس از میونشون درمد. مثلا مادر خانم سیمین بهبهانی، فخرآزما ارغون، خودش یک زن روزنامه نگار، زن باسواد، زن شاعر، زنی که شجاع بوده و حرفش رو میزده. خانم صدیقه دولت آبادی، خانم مستوره افشار، مادر فرخروی نازنین، فرخروی پارسا که به واقعا بیگناه به اون وضع ناهنجار در این زمان اعدام شد. مادر او یک زن مبارز بوده، روزنامه نویس بوده به عنوان به نام فخرآفاق پارسا و این تبعید شده به قم و سختی های بسیار کشیده، به شهربانی برده و آورده شده. خیلی بی‌حرمتی بهش کردن ولی سر پاش مونده. انجمنای زنانه دایر شده به دنبال مسائل و زنها پیش اومدن. ما میبینیم تا زمان پروین اعتصامی که پروین اعتصامی ظهور میکنه. البته پروین یک زنی در یه محدوده فکری، در یه محدوده اجتماعی جوری شعر میگه که انگار بین دو جنگ بزرگ جهانی نبوده، انگار اطرافش رو نمیدیده، تبدیل بود شده بوده به یک پیرمرد از قرن چهارم یا پنجم. من بیشتر اون رو ناظم میدونم تا شاعر، ولی بسیار ناظم خبره‌ای، اصول علمی شعر رو خیلی خوب میدونه. زن ساده و صمیمی، بیگناهیه در واقع، که نه عشق رو شناخته، نه مفهوم ازدواج رو شناخته، نه مفهوم مادری رو شناخته. بین اداره محل کارش و خونش دنیاش فقط این بوده. بالاخره هم واقعا در ناکامی مطلق بعد از مرگ پدرش که الگوی واقعی مرد بوده براش رو هم میمیره. ما هرچی میان جلوتر خب زنهای دیگه هم هستن، بسیار زیادن، ولی اون کسی که راه گشایی میکنه برای شعر زن امروز فروغه، خواهر من، خواهر عزیز من، که او هم بسیار زن گستاخ دلیری بود و شخصیت بارزی داشت. واقعا او اومد و به زنها گفت که چرا مثل مردا شعر میگی؟ چرا اصلا شخصیت خودتون کجاست؟ مگه شما زن نیستین؟ دنیای زن با دنیای مرد فرق داره، دیدگاه زن با دیدگاه مرد فرق داره. مثلا مرد اصلا به عشق، به جفت یه شکل دیگه نگاه میکنه، زن یه شکل دیگه نگاه میکنه. بیایی خودتون باشه و شروع کرد که خودش باشه. او یک شاعر ساده و صمیمی و شجاعه، از زبان زن حرف زد و دست زنها رو گرفت، در واقع تاتی تاتی کرد و بهشون یاد داد به چه بهایی، به بهای نابود شدن زندگیش، به بهای شادیش، به بهای آرامشش، در واقع قربانی کرد خودش رو برای اینکه زنها را بیفتن. ما یک نیما رو داریم که نیما قربانی کرد خودش رو برای اینکه دگرگونی در شعر فارسی به وجود بیاره، که قبل از اونم چند نفر دیگه این کار کرده بودن، ولی نیما با شجاعت این کار کرد. فروخ هم همین کار کرد، یعنی فروخ هم راه رو باز کرد و رفت و خیلی زود هم رفت. خب میبینیم که بعد از فروخ ما در واقع گروه گروه شاعر داریم، شاعر زن داریم، حتی مرد هم تحت تأثیرش قرار گرفتن. و زنهای ایران خوشبختانه، من با گروه زیادی که رفت آمد دارم، همشون خودشون رو وامدار فروغ میدونن و خودشون شدن و الان میبینیم در حال حاضر واقعا وضع شعر زن بسیار پیشرفت کرده در ایران. ما زنهای بزرگی داریم که همشون به خوبی شعر میگن، آثارشون ترجمه شده و من باز امیدواری های بیشتری دارم برای آینده زن ایرانی و منتظر اون روزی هستم که زن ایرانی برگرده مثل همون خدای بانوهای سومر بشه و اون قدرت و اون عظمت و اون شکوه رو به دنیا نشون بده. من یه آدم چند بادی هم، یه بادی نیستم، اصلا نمیتونم مثلا موقعی که هیچ الهامی دارم نیست برای شعر یا قصه شروع کنم به تحقیق. وقتی از تحقیق خسته میشم میرم یه کتاب انگلیسی، خلاصه یه لحظه بیکار نیستم و آرزو دارم تا پایان عمرم که دلم میخواد با آرامی تمام بشه کار کنم و با این کارا شاید بتونم یه خدمت کوچکی به فرهنگ کشورم که الان اینجور دست خوشه، چجوری بگم، دست برد و زوال شده، انجام بدم. امیدوارم بتونم.